سلام سلام استاد سلام خدمت شما شاگردان عزیز انشالله خوب و سعتمند باشید خب شاگردای خوبم رسیدن به سنف یازدهم و مزامین سنف یازدهم من مریم محمدی هستم با مضمون فیزیک سنف یازدهم در خدمت شما مضمون فیزیک دلچسب ترین مضمون است بسیار یک مضمون دلچسب و زیباست که تمام موارد زندگی تا موارد مطالعه قرار میده و همچنان شما که اصلا صنف هفت نشده بودین در مورد فیزیک هیچ نمی فامیدین شما چی کردین از اف سالگی تان هشت سالگی تان، حتی طفلیت تمامش با سر و کار داشتین با کارهای فیزیکی که او شامل مضمون فیزیک شما میشد تنها با تفاوتی که ما همیال میایم همو فعالیت شما را داخل یک قالب فرمول مثلا تعریف واحد مندازیم شما قبل از اینکه بیاین فیزیک بخونین چی گفتیم با فیزیک آشنایی داشتیم حالا در صنف یازدهم فیزیک ما مورد چی است مثلا شما در صنف دهم نور بود بخش نور خواندین در قسمت آخرش بخش مقناطیس بود و بخش قسمت برق بود امروز حال در صنف یازدهم شما در مورد کدام بخش چی از فیزیک معلومات حاصل میکنین فیزیک بخش های زیادی داره در دا کتاب صنف تان، بسیار بخش های جالب و زیبایی را شما میخوانین قسم میخانیک و اولین عنوان هم تعادل میخانیکی است شما در صفر 11 هم چی را میخوانین؟ میخانیک است این عکس موتر هم در پشت کتابایتان هست یعنی چی؟ حرکت موتر را میخوانین شتابش و سرعتش بخش میخانیک مورد مطالعه قرار میتین درست است؟ پس گفتیم در درس اول ما چی را میخوانیم؟ در درس اول ما میخانیک است که بخش تعادل میخانیکی را میخانیم و همچنان امروز یک عنوان دیگر را میخوانیم به نام قوه یا فرس را ما و شما با هم میخانیم خب آل تعادل میخانیکی چی است؟ اول عنوانش را معرفی کنیم تعادل چیست؟ میخانیک چی است؟ تعادل یعنی یک جسم در حالت چی؟ تعادل قرار داره بدون حرکت و در حالت سکون و یا که اگر حرکت میکنه، کند تعادلش را حالت حرکت حفظ کنه و میخانیکی که بخش چیر حرکت اجسام مورد مطالعه قرار میته. این حال تعادل میخانیکی رو ببینیم، در این قسمت یک تیاره رو بر شما آورده ایم نشان دادیم تیاره ای که میخوای تازه چی کنه؟ پرواز کنه تازه از زمین میخوای پرواز کنه تا کم کم به حرکت آمده خب تعادل میخانیکی اینجا چی است؟ یعنی حرکت تیاره تا... تا... در حال تعادل است اگر اینمی تیاره تعادل تا نداشته باشه باز چی میشه؟ آفرین حتما اتمن... چی میکنه؟ سقوط میکنه و کسی که در داخلش هست آسیب پذیر میشه پس انجینیرهایی که تیاره را میسازه حالت میخانیکی تیاره را قسمی میسازه که تیاره مثلا به صورت آیست بلند میشه و پرواز خود در فضا ادامه میتوه آیست آیست نشست میکنه ایمی تیاره تعادل میخانیکی داره و یا ای که دیگه مثال که شما در زندگی دیده نمیشه مثلا ساختن ساختمان ها که یک ساختمان نمیسازه باید قسمی بسازه که ساختمان تعادل داشته باشه در دا قبال زلزله اندک زلزله ای دیگه نباید چی شود؟ یعنی نشست کنه یا چپه شوه تعادل میخانیکی این ساختمان ای ها قسمی می که چی شوه این دولت تعادل باشه و یا یکی سیخ هایی که تیر میشه مومنتش مسایی به صفر قرار میده که مومنت در درسای بعدی میخوانین این آل فقط یک معرفی کرده مسایی به صفر قرار میده که این ساختمان نه نفت یا نشست نکنه و یک رو میبینین این چیست؟ آفرین جرسقیل است در جرسقیل ما انواع مختلف شد بر شما آوردیم خب این جرسقیلی که بخوای مثلا یک وزنه رو بلند کنه و به یک جای دیگه بانه اگه تعادل نداشته باشه چی میشه؟ اولی که شاید اگه وزن زیاد سنگین باشه بیخی خود موتر بلند شومرش و یا ای که تو تکان بخوره و به جایی که میخواد بمونه ده اونجا نمانه یک جای دیگه بمونه درست است پس این قسمی موتر می که در حالت تعادل باشه با باز وزنه هایش مثلا میگه که از این قدر تا این قدر میتونه ای بلند کنه از اون بیشتر اگه بلند کنه باز حالت تعادل خارج میشه پس تعادل در میخانیک بسیار زیاد بخش مهم است و دیگه ای که یک سفینه فضایی رو میبینی که به فضا ارسال میکنه سفینه رو ببینین بی به فضا روان میکنه اگر این قسمی نسازه که تعادلش رو کنترول نکنن و جایی که هدفشان از ارسال نمیشه به یک جای دیگه میره و آسیب پذیر میشه مثلا به قسمت کره زمین و دیگه قسمتش خورد این بسیار آسیب پذیر میشه پسی باید چی کنه حرکتی که ای سفینه میکنه در حالت تعادل باشه در حالت کنترل باشه پس پامیدین که تعادل میخانیکی چقدر مهم است حتی حرکت نظام شمس شما ببینید آفتاب است و نه سیاره ای که به دور آفتاب میچرخه این نه سیاره در حالت تعادل به دور زمین میچرخه اگه این حالت تعادل نداشته باشه چی میشه مثلا این سیاره میای اینجا یو ای طرف میره بعضی وقتها کار میکنن درست است پس یعنی همه نظام شمس در حالت تعادل است در حالت تعادل حرکت خود انجام میده به دور آفتاب همه سیارات نه تا سیاره در مدار خودش منظم حرکت میکنه خب اول در مل... به عنوان اول بخش فیزیک معلومات حاصل کردین که تعادل میخانیکی بود اینال قوه چی است شما قوه را در صنف های قبلی هم خوانده بودین که قوه چی بود شما گفته میتونین خب قبل از ای که بریم ما بگوییم اثرات قوه چی است فقط یک بار قوه را در لغت تعریف کنیم و میریم اثراتش را به صورت عملی ببینیم که شما در صنف نو هم خواندین شاید به خاطر تان باشه و به یاد تان میه ببینیم قوه یا فورس که به سمبول F نشان میتیم در لغت به معنی نیرو یا قدرت است اینال ما انواع مختلف قوه ها را داریم مثلا قوه کششی داریم قوه جاذبه زمین داریم قوه ستیکاک داریم انواع مختلف قوه هاست خب، این حال میریم ببینیم که اثرات قوه چی است معنای فهمیدیم که قوه خوب به معنای قدرت نیرو پس قوه چی اثراتی را بالای اجسام میمانه که من یک فعالیت انجام میتونم با شما دانه دانه اثراتش خود شما به من میگین فعالیت ما یک دو وسایلی رو سرمیز برای شما آوردیم ببینین یک موترک است پخانه است و دو رنگ سرخ و سبز برتان آوردیم و یک دانه ورق ایفور است که شما دیدین خب به نظر شما ما با یا چه قسم فعالیت میتونیم انجام بدیم در رابطه به قوه خب بیام ببینیم گفتم ما یک یکی فعالیت انجام میتونم چون شما صرف نو خواندین با شما خودتان میگین که قوه چی اثراتی را داشت خب این پخانه را چی کار کنم ببین دو تا آوردیم یکی شب ما با دست خود قوه سرش وارد میکنم ببین که چه حادثه ای رخ میده دیدین شکل پخانه چی شد تغییر کرد آفرین اول به این شکل بود بعد از او به این شکل شد پس ما قوه وارد کردم سبب چی شد آفرین شاگردای خوب قوه ای که ما وارد کردم سبب تغییر شکل در اجسام شد شکل یک جسم تغییر داد خیلی بیاییم اونو نوشته کنیم با هم یک جای یک یکی نوشته میکنیم و شما با من میگن که سبب چی میشه؟ نوشته میکنم اثرات قوه اول قوه سبب یا باعث قوه سبب تغییر شکل اجسام می شود خب اینا شما می تانین که در خانه دیگه فعالیت ها رو انجام بتین مثلا من بالای فقانه قوا وارد کردم و شکلش تغییر دارم شما برین در خانه ببینید دیگه چی چیز هستک مثل ای که یک چیز دیگه هم اینجا داریم یک ورقه است که استفاده شده است و دیگه نیازش نداریم و همین رو مثل عین این فعالیت می میایم انجام میتون بالای ورق ببینین این استفاده شده از ضرورت نداریم ما چیکارش میکنیم سرش قوا وارد میکنیم شما حتما ای ورق در خانه هم این ورقه ده خانم دارین ورقه قوا وارد کنین امری دوستان چی میشه مچاله میشه شکلش تغییر کرد بله شکلش تغییر کرد پس چی میگیم میگیم قوه سبب تغییر شکل اجسام میشه خب من این وسایل ور میدارم و میایم ببینیم که با موتر چخصم فعالیت انجام بده ما و شما یک جای خب اینا رو بیایم ببینیم من قوه ای که به موتر وارد میکنم سبب چی میشه درست است بیا حتما این بازی رو شما در تفلیت زیاد انجام دادین ما هم در تفلیت همین رقم بازی ها رو زیاد کردیم بازم تکرارش میکنیم ببین سرش باز قوه وارد کنین حرکت کرد درست است خیلی چی شد آفرین قوه سبب حرکت در اجسام شد خب بیایم اینم نوشته کنیم و یک حالتی که برعکس هم است رو اول فعالیت انجام میتیم با زردوش نوشته میکنیم خب ببین ام دفعه مقوا وارد کردم امروز این سیستم استادش میکنم یک بار دیگه اینو انجام میتون ببینید خب دیگه چی شد یکی خب به دستم قوا وارد کدم سبب حرکت اجسام شد با دستم استادش کدم سبب چی شد آفرین ایر ساکن کرد یعنی قوه سبب سکون در اجسام میشه خیلی به این هر دوشه رو نوشته کنیم با هم یک جای شماره دو قوه سبب حرکت اجسام میشه دیگه مثال هم شما میتونین به ای بتین مثلا بایسیکل سرش قوه وارد میکنی سر می قسمت اندل بایسکل حرکت میکنه دیگه هر اون چیزی که در خانه استفاده که این روز مره چوکی را تلا کرده نو حرکت کرده باز وقت یک میتونید فعالیت در خانه انجام بتیم که قوه سبب حرکت اجسام شد بالای اجسام مختلف حالا میم سی رو نشته میکنیم قوه سبب چی میشد؟ آفرین سکون در اجسام میشد میتونید به این دیگه مثال اضافه کنید مثلا شما در حال فوتبال کردن هستین مثلا یک سینفی توپ شوت میکنه شما امره پای خود میگیرین اکثر نیادسته شدنه پس چی کردین سنفیتان تان به حرکت آورد به وارد کردن قوه و شما امره پایت که ورستاد کردی در حالت سکون آوردیش و انواع زیاد مسائل است که شما در زندگی روزمره زیاد زیاد حتی در طول روز چندین بار یک فعالیت انجام میتین که گفتم که فیزیک علمی است که شما زیاد امرش سر کار دارین اینا حالا بیاین ببینیم که دیگه سبب چی میشه خب ببین اگه ای من این را یک دفعه استاد تلاش کنم باز یک قوه دیگه وارد کنم ای تیز شوه مثلا ببین قوه اول باز یک قوه دیگه سرش وارد میکنم ای شد چی شد؟ آفرین قوه سبب تغییر سرعت در اجسام شد یکی دیگه که قوه سرش وارد کنم سرعت زیاد شد یا ای که این در حال حرکت است من یک کمک تماس میتونم سرعتش بسیار کم شد درست است یا همچنان گفتم میتونیم مثلا شما سر بایسکل در حالت حرکت هستین سرک پخته است یک دفعه سرک به خامه تبدیل میشه سرعت شما ایسته میشه اون قوه استیکاک قوه استیکاک زمین سبب کند شدن سرعتتان شد خیلی چی میگه قوه چی میکنه سرعت تغییر در سرعت میاره یا کندش میشه سازه یا سریعش پس نشته میکنیم قوه سبب تغییر تغییر سرعت اجسام میشه شما دیگه مثال هم به ای اضافه کنین. اجسام میشود پنجم و آخرینش به نظر شما چی باشه؟ باز هم برای موتر ما یک فعالیت انجام میدیم. باز شما بگین سیکو موتر در حرکت است قوه وارد میکنم موتر در خورد به این طرف حرکت کرد چی بگویم؟ آفرین قوه سبب تغییر مسیر اجسام میشه یه یعنی قوه وارد میکنیم و یا که موتروانی که هست و سرشترین قوه وارد میکنه دور میخوره موتر درست است؟ مسیر خود تغییر داد سر بایسیکل هستین، سر موتر سایکل هستین و همچنان هران تجربه دیگه ای که میکنین انجام بتین نوشته میکنیم قوه سبب چی شد؟ تغییر مسیر اجسام اجسام شود ای پنج مورد شد اثرات قوه تعریف قوه را فهمیدین اثرات قوه را فهمیدین خب شاگردای خوب, خوب. بیاین ببینیم امروز ما چی چی را خواندیم در درس ما در اول در مورد تعادل میخانیکی و کتاب صنف 11 معلومات حاصل کردین که بخش میخانیک از حرکت اجسام مورد مطالعه قرار میته و قوه را که در صنف نو هم خوانده بودین بازم یک مروری شد چون نیاز است به درس‌هایتان ما مرور کردیم که قوت چی بود به معنای نیرو و قدرت است و اثراتش دانه دانه بر شما لست کردیم کار خانگی شما چی است برای هر کدام از این دو, دو مثال دگام از فعالیتی که در زندگی روزمره‌تان انجام میدین به اضافه کنه درست است خب شاگردای خوب تا درس بعدی خدا حافظ و ناصرتان